من ضعیفم، من شکنندم، من قوی نیستم، نمیخوامم قوی باشم. وقتی قوی هستی هم روزگار هم آدماش هر جور دلشون میخواد باهات رفتار میکنن. قوی هستی دیگه، با جنبه‌ای گلیمتو عذاب میکشی بیرون، پوسکلفتی، هیچ که حواسش بهت نیست، هر کی رد میشه یه تو سری میزنه، قویه با جنبه است. ولی وقتی کسی نازک نارنجیه، حساسه، همه ازش مراقبت میکنن، همه حواسشون به این هست که این خانم یا آقا ناراحت نشه، حساسه، نازکه، تحمل نداره. من اون حساسم، من اون تحمل نداره هستم، من قوی نیستم، نمیخوامم باشم. قوی بودن یه کلاه بزرگیه که سر من و شماها رفته. اومدن این صفت رو، نمیدونم فمینیستا، نمیدونم کیا، این صفت رو مجلل کردن، تزیینش کردن و انداختنش به من و شماها که چی؟ که هر غلطی میکنن شما ساکت بمونید به بهونه اینکه قوی هستین. میبینی فاکین سیاست رو؟ تو الان، من و تو، خب این مسیر زندگیمونو، خاطراتمونو بخوایم مرور کنیم، چیزی جز تحمل کردن، زجر کشیدن، بدبختی، سکوت، قورت دادن، فقط به خاطر اینکه ماسک و ظاهر قوی بودنمون نیفته، کسی نفهمه ما ضعیف و شکن. ضعیف و شکننده بودن مگه چشه؟ خیلی خوبه. قوی بودن خیلی بده. هر کی میاد سرت میزنه، هیچ کی اصلا حواسش به تو نیست. من ضعیف و شکنندم، من ضعیف و شکنندم. قبل از حرف زدن با من 10 بار جملاتتون رو مرور کنین، چون من تحمل ندارم رفتار بد با من انجام ندین. من اصلا حساسم، میشکنم، ناراحت میشم، از من مراقبت کنید، ظریف مصورم، من قوی نیستم، نمیخوامم باشم. مرحبا. Evet. Teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. سلام. آرزو خیلی اصرار داره که همین الان، ساعت چنده؟ نزدیک 10 شبه، که برم هلک و هلک ببینمش. حال نقشه چی کشیده عزیزمه؟ اولا اینو برام سفارش داده بود، گله که رسید، کار آرزو هست، دست در نکنه. و من الان بدون آرایش یه کفشی بپوشم و هلک و هلک برم پایین رزیدانت، صدای آتش فشانی ساعت 10 شب میشنویم، برم ببینمش، میخواد برام تولد بگیره، تولدمو. تولدم مبارک. چرا موهام خوب شده؟ موهام میدونه تولدمه. سلام سلام، چطورین بچه؟ امشب تولد نداست و اینکه واقعا نمیدونستم چجوری بکشونمش بیرون، چون که سورپرایز کردن ندا فرق میکنه. منو هر لحظه بگی آقا فلان جا من دویدم، ولی ندا رو بعد از قبل هی بهش بگی، برنامه های خودشو داره. خلاصه سرشون درد نیارم که تصمیم گرفتم بیام خونه سمانه که بهش بگم که بیا یه چای با هم دیگه بخوریم، دلم برای تنگ شده. حالا برش کیک گرفتم و اینا که سورپرایزش کنیم.
خب اینم هدیه تولد و گفتم با روغن بنفش تزیینش کنم که دیگه یاسی جونه دیگه. و منی که پشت در منتظرم بیاد نگوشم منه. بچه این کابشنه بود که ندا واسه تولد من خرید. بهش گفتم ندا مرسی، واقعا خیلی هم خوش سلیقه هم این که خیلی گرمه، چون استانبول به همچی چیزی احتیاج داره. گفت که واقعا گرم، اگه گرمه پس من برم اینشو برای خودم بخرم. همون لحظه تو ذهنم اومد که پس حالا که تولدشه من برم این همینو که میگه رو واسش بخرم و این شد هدیهی که واسش گرفتم. الان با هم دیگه ست میکنیم و میریم اشخوال. هیچی قشنگتر از این نظم و زیبایی نیست. آدم حال میکنه. گفتین سفید سفید سفید، ببینید حالا من به حرف پدر مادرم گوش نمیدم ولی به حرف شما خوب گوش میدم. یه چند تا تاپ سفید خریدم، انشالله در روزای آتی منو در سفید زیاد میبینید. من به حرفتون خیلی گوش، شما اصلا یه اینفلوئنسرین، هر کدام از یاسی ها یه اینفلوئنسره و حرفاش رو من اثر میذاره. البته بدخواهم با سایده 10 دقیقه و 1 جلسه، اونم بدون جراحی، بدون بیهوشی، بدون درد، خونریزی و رم نقاهت، 1001 بدبختی و با 1/10 قیمت جراحی فقط با فیلر میتونی ایرادهای بینی تو برطرف کنی. بالا نمونه کارهایی که براتون گذاشتم با نتایج 1 جراحیش فرق نمیکنه. پزشکی که میخوام بهتون معرفی کنم تو فیلر بینی خیلی ادعا داره، حقم داره، بخاطر اینکه بالای 1000 تا نمونه کار تو پست استوریاش گذاشته. یکی از دیگری خوشگلتر، یکی از دیگری بی نقصتر. اصلا باورش سخته که فقط با فیلر انجام شده یا رفته زیر تیغ جراحی ولی با همون 10 دقیقه فیلر فقط کار انجام داده. این خانومی که 10 سال جوانتر شد در عرض کمتر از 1 ساعت و فقط با فیلر 10 سال کم کرد. خودتون میدونید اگه بخواین همچی تغییر با همچی کیفیتی به دست بیاریم باید برین جراحی، تو اتاق عمل، بیهوشی، نقاهت، بخیه، خونریزی. ولی این خانم 10 سال جوانتر شد سرپایی، بدون جراحی، بدون ضررات بیهوشی. یه چیزی بگم، اون خانمه بوده که 10 سال جوان‌تر شد، اونو دکتر شفیعی براش فول فیس کانتورینگ انجام داده بود. کانتورینگ یعنی رفع ایرادهای صورت، یعنی اگه اینجات کجه برات درستش میکنه، اگه اینجات بزرگه برات درستش میکنه و همزمان صورتتو لیف میده. این شلی و چین و چروک صورتت برطرف میشه. تو برای اینکه صورتتو لیف بدی باید بری جراحی کنی، ولی دکتر شفیعی با هزینه خیلی کمتر، سر پایی، بدون بیهوشی و فقط با فیلر، این باقلوا برای تحویل میده، صورتت
میفروش. حالا فکر نکن که فقط میان سالا و سن بالاها نیاز به کانتورینگ و لیفت دارن. ما جوونا پوست صورتمون خسته تر، از یه چشامون کبودتر از این استرس و استراب و بدو بدو و زندگی لعنتی که برامون درست کردن. استوری بعدی رو با صدا گوش بده، منظورم متوجه میشه. اصلا ببینید این خانم با اینکه سنش پایینه ولی گودی و تیرگی زیر چشم و خط خندش چهرش رو خسته نشون داده که با رفع این دو مورد 5-6 سال جوان‌تر شد. ایشون هم میان سال هستن که مقداری افتادگی و شولی صورت دارن که به همین شیکی با کانتورینگ و لیف. خب اسامی برنده ها رو در طی همین چند روز خود دکتر شفیعی اعلام میکنه تو پیجش. بدوین، فسفس نکنین، بخ ندارین. بعدم به 10 نفر نفری 1,000,000 تومان جایزه نقدی خدمتش داده میشه. تو استوری قبلی یه کوچولو با سانسور نوشتم و تا آخر بهمن هر کس از طرف من بره 500 تومن هم تخفیف هست، جایزه نقدی هست، خدمات رایگان هست. دیگه چی میخوای؟ دیگه از این زندگی چی میخوای؟ بدوین دکتر شفیعی سر کیسه رو شل کرده سوء استفاده بفرمایید.